خبر تازه از آمریکا. مدت ویزای بشردوستانه پارول آمریکا تمدید شد. قبلا مدت زمانش 2 سال بود و حالا 1.5 سال دیگه هم به او اضافه شده. دوست گرامی سلام. این گزارشی است که در صفحه هوملند سکیوریتی آمریکا یا امنیت داخلی آمریکا نشر شده. تاریخ نشر خبر 16 مارچ سال 2022 است. در یک گزارش گفته شده که با توجه به اینکه وضعیت افغانستان خراب است و دلایلی هم ذکر شده، هم دلایل امنیتی در اونجا ذکر شده، هم دلایل اقتصادی، دلایل خوشسالی، بیکاری، عدم امکانات صحی و موارد زیاد را در گزارش ذکر کرده که بنابر این دلایل گفته که ما زمینه را برای بودوباش مهاجرین افغانستانی که در وارد آمریکا شده فراهم میکنیم. در این گزارش گفته شده کسایی که از 15 آگست سال 2021 تا 15 مارچ سال 2022 وارد خاک آمریکا شده، اینا میتونه از این برنامه مستفید شوه. این برنامه به نام Temporary Protected Status یا محافظت موقت گفته میشه. خب در این گزارش البته گفته شده که ما بک‌گراند افراد چک میکنیم که اینا اگر کدام تهدیدی برای ایالات متحده نباشه و همچنان در افغانستان جانش در خطر باشه و واجد شرایطی همین محافظت موقت باشه، 2 سال که فعلا ویزای پارول اینا داره هست، بعد از 2 سال اینا میتونه که ویزای 1.5 سال دیگه اقامت اضافی را هم دریافت بکنه. خب نشری خبر چی را برای ما شما میرسانه؟ نشری خبر دوستای گرامی ایر بر ما شما میرسانه که آمریکا افغانستان را فراموش نکرده. خیلی ها نگرانی از این است که وضعیت اوکراین و وضعیت پیچیده افغانستان باعث میشه که آمریکا و همکارای خود در افغانستان یا در کشورهای عربی و اینجا فراموش بکنه. نه، شما ببینید در این گزارش که تازگی نشر شده، کسایی که وارد آمریکا شده اینا رو گفته شما واجد شرایطی از این مورد هستید و شما میتونید که دوام داشته باشه بوده باش شما، و کسایی که در کشورهای عربی هست و کسایی که در کشورهای اروپایی هست، خصوصا در کشور قطر، انتقالاتش در هفته قبلی حدود 300 نفر به ویرجینیا آمدن. گفته شده که در ویرجینیا کمپی ساخته شده که ماهانه 1000 نفر در اونجا جابجا میشه. 300 نفرش هفته قبلی آمده در اونجا جابجا شده و انتقالات بعدی هم روی دست هست، ولی زمانش هیچ کسی نمیفهمه کی و از کجا. مورد دیگه در مورد ابوظبی هست. آوازه های بسیار زیاد نشر میشه که یک تعداد برگشت داشتن، حدود 45 نفر یا بعضی ها میگه که 300 نفر بوده، ولی 45 نفر از ابوظبی به افغانستان برگشته چون سرنوشتشون نامعلوم بوده. اما ایالات متحده آمریکا به اونا گفته که ما کیس های شما را بررسی میکنیم. 2 مورد در اینجا مورد بحث است. اولی که کیس ها بررسی میشه که اینا آیا به دولت آمریکا، امنیت ملی آمریکا تهدید یا خطر هست یا نه، و دومی که جانی از این افراد در افغانستان چقدر در معرض خطر هست. یکی امنیت آمریکا برای اینا مهم است که کیسشون رو بررسی میکنه، و یکی اینا چقدر در افغانستان آسیب پذیر هست. بنابراین 2 دلیل بررسی میکنه اینا را، گفته که ما یا شما را با آمریکا میپذیریم یا اینکه به دیگه کشورها، کشورهای همکاری که ما 60 کشور را که یا 50 کشور را که قبلا همکاری داشتیم، به اون کشورهای دیگه شما را راجع میکنیم. خب اینی تازه ترین گزارش بود که از آمریکا برای شما تهیه کردیم و شاید یک جرقه امید برای شما باشه که ناامید نشین. آمریکا به فکر شما هست، به فکر همکارایش هست، کسایی که ایسایوی کار کرده بودن، وجود شرایط ایسایوی هستن و همراه آمریکا کار کرده بودن، نوبت اونها حتما میرسه، کیسایشون بررسی میشه. باید داشته باشین که کوشش کنید اگر شما هر موردی را اقدام میکنید، اپلای میکنید، اسناد کامل روان بکنید. اینا همو ایمیلی که اول آمد به ترتیب ردیف شده میره ایمیلا، کوشش میکنه همو ایمیل سابقه رو چک میکنه، بعد ایمیل بعدیش رو، بعد ایمیل بعدی، تا که نوبت بیاد همو تازه ترین ایمیل. شما کوشش بکنید اگر قبلا اپلای کردین و حتما مراحل را سپری کردین، منتظر اقدامات بعدی باشین. هر ایمیل یا راهنمایی که به شما میه اسناد کامل برای زنا روان بکنید. و اگر شما هنوز اقدام نکردین، راهنماییش را ما ویزای سایبر نشر کردیم، از اون مستفید شد دور ببینید. اگر قبلا اقدام نکردین شما میتونید به تازگی اقدام بکنید و اسناد خود را کامل روان بکنید. کیس شما بررسی میشه. اگر واجد شرایط بودین، اسناد شما کافی بود، مرحله بعدی رو برای شما هدایت میده که این کار شما.
اگر واجد شرایط بودین و اسناد شما ناقص بود، دوباره برای شما یک ایمیل میآید که اینی اسناد مورد نیاز است، شما باید روان بکنید. ببینید اگر اسناد شما ناقص بود، بنابراین یک سلسله تغییرات برای شما میآید، زمان شما بیشتر صرف میشه. و اگر واجد شرایط نبودین، پس در این صورت هم اتوریپلی های اتومات میآید که اگر شما اسناد خود تکمیل کردن بررسی میشه، و اگر اسناد شما تکمیل نبود بنابراین به او توجه نمیشه. و همچون ویزاهای پی دو یا پی اگ، اونا تمامی کسایی که ویزای پی اگ یا پی دو رو واجد شرایط هست، مطابق راهنمایی که برای شما در ایمیل می، مطابق از اقدام بکنید. هیچ کسی نمیفهمه که کار شما به کجا رسیده، کی شروع میشه، چه وقت نوبت شما میرسه، هیچ کسی نمیفهمه. ولی راه و روشش ای است که هرگاه سند از شما خواسته میشه، اسناد خود کامل روان بکنید. وارخطا نشوین که ما مثلا در ظرف یک هفته یا یک شبانه روز اسناد خود روان بکنم. شما وقت دارین یک هفته دو هفته اسناد خود کامل که آماده کردین برای اونا روان بکنید، تا که دوباره برای شما چرخش کرده و یک زمان بیشتر صرف نشه. این موردها هست، نگران نباشین. تازه ترین خبر نشر شده ای که کسایی که در آمریکا آمده از 15 آگست سال 2021 تا 15 مارچ سال 2022 اینا میتونه که قبلا اگر ویزای پارول دریافت کرده بود، میتونه که 1.5 سال دیگه باز هم اینا در آمریکا بوده باشه، باشه که پارول قبلیش 2 سال بود، 1.5 سال سرش اضافه شد، 3.5 سال اینا بوده باشه شده. البته بکگراند اینا موضوعات سکیوریتی و امنیتی اینا چک میشه و بعد برای اینا جواز بیشتری داده میشه. دلایلی از تمدید ای گفته که وضعیت افغانستان غیر قابل پیش بینی هست، بی ثبات هست، و همچنین موضوعات امنیتی، موضوعات اقتصادی، بیکاری، عدم امکانات اینا رو هم ذکر کرده. امیدوارم در هر جایی که هستید کارهای شما را برا شود، متوجه سلامتی خود، فامیل و دوستانتان باشید.